سرخط خبرها. 19 کشته و 22 زخمی در یورش مسلحانه به دانشگاه کابل. حمله هنگام افتتاح یک نمایشگاه کتاب‌های ایرانی اتفاق افتاد. رکوردی دیگر در آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران، 440 نفر در یک شبانه روز. ممنوعیت ورود و خروج با خودرو شخصی برای 25 مرکز استان آغاز شد. آخرین روز کارزار انتخاباتی دو نامزد رقیب در آمریکا، ترامپ و بایدن به ایالت‌های کلیدی می‌روند. و راهبه ها صدر نشین پرفروشترین های کلاسیک، ترانه هایی که در صومعه نوشته شد دنیای موسیقی را غافلگیر کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که حمله مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل 19 کشته و 22 مجروح به جا گذاشته. حمله همزمان با افتتاح یک نمایشگاه کتاب‌های ایرانی در این دانشگاه اتفاق افتاد. سخنگوی وزارت داخله گفته که هر سه مهاجم پس از 6 ساعت درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده. روین رهنوش گزارش می‌دهد. این صحنه دقایق پس از آغاز حمله ضبط شده. لحظاتی که دانشکده ها تعطیل اجباری می شوند و دانشجویان ناگزیر به ترک صنف ها. از راه های مختلف برای نجات جانشان تقلا می کنند. شاید پدران همه دانشجویان این شانس را نداشته باشند که فرزندانشان را دوباره سالم ببینند. دفعتاً ما رسیدیم اینه میده استاد زنگ زدیم به شگه که داخل پمزهی بود چی بود؟ گفتیم شما کجا سیبا شیم؟ گفت فقط دقیقیم دعا کن. تعداد هم دست و پاچه از مسیر درگیری راهی بیرون می شوند. ما ترسیده بودیم و استاد ما بارامش ما را دعوت کرد و پانزده دروازش بسته کرد، اجازه ندادن که هیچ مسئله بیرون بره. چهار دو بغل از کراب بودن فایر میکردن، بازو گفتن که انتحاری ها داخل شده و گروگان گرفتن و کلی داخل پانزده ترسیده بود، میخواستن که خارج شون. یک چند دختر خانم زوف کردن و گریان کردن. در یک جای خود پنهان کردیم و دوستای ما یک ساعت یا یک نیم ساعت از حادثه گذشته بود که یک ذره فضا آرام‌تر شد. ما دانستیم که بیرون با کمک نیروهای امنیتی بیرون بیاییم. امروز نمایشگاه مشترک کتاب افغانستان و ایران هم با حضور ناشران دو کشور در دانشگاه کابل راه اندازی شده بود. شماری از مقام‌ها و فرهنگیان در آن سخنرانی کردند. اما حمله این رویداد فرهنگی را هم پیش از افتتاح به هم زد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در توییتی این حمله را ناکامی استخباراتی دولت و گندیدگی وجدان طالبان خوانده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته هدف قرار دادن بیگناهان راه حل مشکلات کشور نیست. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری هم گفته ترورستان پس از شکست سنگین در هلمند دست و پاچه شده و بر نهادهای اکادمیک حمله می کنند. گروه طالبان در اعلامیه اشاره کرده که این حمله را گروه داعش انجام داده. ناتو در توییتی حمله را محکوم کرده و گفته با قاطعیت از تلاش‌ها برای کاهش خشونت حمایت می‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تکرار این حملات نگران است. حملات هدفمند، عمدی و آگاهانه بر تأسیسات عام المنفعه که غیر نظامی هستند نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است و جنایت جنگی است. به دلیل اینکه این نوع حملات سابقه داره و در گذشته هم بار بار اتفاق افتاده، دولت افغانستان باید برخورد پیشگیرانه داشته باشد و جلوگیری بکنه از وقوع یک چنین حملاتی. انتظار داریم که مسئولیت بگیرند و تا در آینده تکرار نشود.
این دومین حمله به نهادهای اکادمیک در جریان 10 روز اخیر است. پیش از این در حمله داعش به آموزشگاه کوثر در غرب کابل 24 دانش آموز کشته و 57 نفر زخمی شدند. سال گذشته هم حمله انتحاری در ورودی دانشگاه کابل 8 نفر را کشت و بیش از 30 نفر را زخمی کرد. حملات خونینی که مشخص نیست پرونده آن چه زمانی بسته خواهد شد. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. جاوید سکوت، استاد دانشگاه کابل با ما هستند. آقای سکوت، شما حضور داشتین در دانشگاه وقتی که این اتفاق افتاد. مشاهدات شما چی بود؟ این حادثه حوالی ساعت 11 بجه در حال اتفاق افتاد که ما در صحن دانشگاه کابل به طرف دانشکده، طرف دفتر کار خود می رفتم که صدای شلیک و یک انفجار شنیده شد و وضعیت تدریس هم و دانشجوها سراسیمه شدند، در حال فرار بود که ما وضعیت که دیدم اوضاع مختل شده بود در دانشگاه کابل، وضعیت تدریسی مختل شده بود. من هم صحن دانشگاه کابل همون لحظه ترک کردم که بعد از او با ارتباط به بعضی از دوستا و همکارای خود پرسیدم که یک تعداد از همکارا و دانشجوهای ما هم در صحن اونجا به گروگان مهاجمان قرار گرفته بود که یکی از دانشجوهای ما هم متاسفانه کشته شده بود توسط گروه مهاجم. در گزارش هم دیدیم که چنین حمله های سابقه داشته. وضعیت امنیتی در دانشگاه شما چطوره؟ خب اینجا یک سوال است که حکومت افغانستان باید این پاسخ بده که دانشجویا و استادان بدون کارت هویت هیچگاه وارد دانشگاه شده نمیتانند. چگونه این عمل اتفاق افتاده که بالای گروه مهاجمین حدود 4 یا 5 نفر وارد دانشگاه، اینا چطور وارد شدن؟ وضعیت یا تدابیر امنیتی در دانشگاه کابل تا حدی خوب بودن، اما متاسفانه وضعیت یا ضعف استخباراتی در دانشگاه کمتر احساس میشن که این اتفاق امروز ما شاهد از بوده که اتفاق افتاد. من فکر کنم که از لحاظ امنیتی امنیت دانشگاه کابل تا حد قناعت بخش است، اما اگر بهتر امنیتش تامین باشن خوبتر است. ولی استخباراتی که باید برای دانشگاه کابل افراد صادق و شایسته باید اونجا استخدام شوند کمتر به نظر می رسند. همزمان با این حمله یک نمایشگاهی هم در دانشگاه شما در حال برگزاری بوده، نمایشگاه کتاب با حضور دیپلمات‌های ایرانی. آیا این نمایشگاه و این مراسمی که داشته برگزار می شده باعث شده بودش که حفاظت اونجا رو بالاتر ببره؟ اینجا دو روی کرد هست یه حمله امروز. روی کرد اولی روی کرد عمومی است و روی کرد دومی روی کرد گزینشی هست. یک دلیل گزینشی میتونه که حمله بر دیپلمات‌های خارجی بوده باشند و دلیل دیگه میتونه که روی کرد عمومی ایجاد یک وحشت و ترس بر محیط دانشگاه گروه‌های مخالف ایجاد کنن که وضعیت درسی و نهادهای آموزشی را اینا مختل کنند. اما هنوز هم تایید نشده که علت این حمله بالای دانشگاه کابل چی بوده. آیا بالای مهمانای دیپلمات خارجی که یک نمایشگاه اونجا دایر شده بود بالای اونا صورت می قرار بود بالای اونا حمله کنند، یا اینکه اوضاع دانشگاه اوضاع درسی را مختل بکنند؟ چون اونا اگر هدفشان بالای دیپلمات ها می بود باید مستقیم وارد ادیتوریم جایی که محل نمایشگاه بود اونجا حمله می کرد. بله اونا در دروازه ورودی دانشگاه یک تعمیر به نام ستاژ حقوقی هست که در اونجا اونا جای به جای شده بود و مسئولین یا دانشجویان را مورد شلیک خود قرار داده بود. خیلی ممنونم ازتون جاوید سکوت، استاد دانشگاه کابل.
چند خبر کوتاه. مادر بزرگ پویا بختیاری از ناپدید شدن پسر دومش خبر داده. خانم بختیاری میگوید فرزندش از شب گذشته و بعد از خروج از منزل باز نگشته و نیروهای امنیتی را مسئول روبوده شدن او میداند. پویا بختیاری در اعتراضات آبان سال گذشته به ضرب گلوله ماموران کشته شد. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری هم چند ماه پیش در بندر عباس بازداشت شد. در فرانسه دانش آموزان در بازگشت از تعطیلات نیم فصل به مدارس به احترام معلمی که در پی نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام به دانش آموزانش کشته شد یک دقیقه سکوت کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دلیل انتقادهایش از اسلامگرایان و دفاعش از ارزش‌های سکولار این کشور با اعتراض‌های زیادی در جهان اسلام روبرو شده. اما امروز وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در حمایت از او گفته که بخش مهمی از پیام آقای مکرون مخالفت با انزوای مسلمانان در غرب است. محدودیت‌های مقابله با شیوع کرونا از امروز در آلمان به اجرا گذاشته می‌شود. بر اساس این مقررات، رستوران‌ها، بارها، مراکز ورزشی و هنری یک ماه تعطیل خواهند بود. در حال حاضر، مدارس، مهد کودک‌ها و آرایشگاه‌ها می‌توانند باز بمانند. در موج اول کرونا، آلمان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی آمار پایینی از مبتلایان و مرگ و میر گزارش کرد، اما حالا این کشور شاهد افزایش نگران‌کننده موارد ابتلا است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، محدودیت تا یه جدید را قرنطینه سبک توصیف کرده. در ایران آمار رسمی روزانه قربانیان کرونا همچنان رو به افزایش است. وزارت بهداشت از مرگ 440 نفر در شبانه روز گذشته خبر داده. همچنین اعلام کرده که بیش از 8000 مورد جدید ابتلا شناسایی شده. قرار است از امروز تا آخر هفته محدودیت ورود و خروج از 25 مرکز استان برای خودروهای شخصی برقرار شود. متخلفان 500000 تومان جریمه میشوند. گزارش فرین آسمی رو ببینیم با این توضیح که تصاویر این گزارش ممکن است برای بعضی آزاردهنده باشد. رکورد رسمی جدیدی برای آمار روزانه جانباختگان بر اثر کرونا در ایران. بیشترین تعداد از ابتدای شیوع کرونا در این کشور. به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 440 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. هرچند حالا بعضی از مقام‌های مسئول هم اذعان می‌کنند شمار واقعی جانباختگان ممکن است 3 تا 4 برابر آمار اعلام شده باشد. اوضاع در بیشتر استان‌ها بحرانی است و مسئولان حالا دیگر از مردم می‌خواهند خودشان مراقب خودشان باشند. اولین گام در مشارکت مردم اینه که مردم انشالله خود مراقبتی بکنند، یعنی مراقب خودشون باشند. حفاظت جانشان، بچه‌شون و خانواده‌شون به عهده خودشون باشه. همچنان دولت تصمیمی برای قرنطینه کامل شهرها نگرفته. در 25 مرکز استان از امروز تا پایان جمعه محدودیت‌های رفت و آمد برای خودروهای شخصی برقرار می‌شود. فقط مبنا هم پلاک خودروه. یعنی حالا در گذشته اگر بر اساس بیمه نامه بود یا حالا سند مالکیت بود، الان فقط پلاک خودرو ملاک عمل ما هست و همکاران بنده در این 25 استان در بیش از 100 نقطه، یعنی هر استانی حداقل 4 نقطه که در واقع مبادی ورودی و خروجی استان هاست، مراکز استان هاست، مستقر میشن. جانشین بسیج دانش آموزی همزمان با نزدیک شدن روز 13 آبان گفته که امسال تجمع حکومتی برای سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران وجود ندارد، اما راهکاری هم به دانش آموزان داده. 13 آبان هر دانش آموز با تهیه فیلمی از خود در فضای عمومی مانند پشت بام منزل، حیات، محله و غیره، هر جور که خودش تشخیص میده، با رعایت یک سری بحث‌ها، دستورالعمل‌ها، ایمنی، با صدای رسای مرگ بر آمریکا بگوید و در پویش همه با هم مرگ بر آمریکا شرکت کنند. وزارت بهداشت میگوید 27 استان در وضعیت قرمز شیوع کرونا و 4 استان باقی مانده در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. حالا دیگر روز هاست که در خبرها میشنویم کرونا رکورد زده. روز هاست که انسان ها به عدد تبدیل شدند. عدد هایی که هر روز بیشتر از روز قبل هستند و به نظر می رسد که این سیر سعودی فعلا توقفی ندارد. فرین آسمی، بی بی سی. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. حمله مسلحانه به دانشگاه کابل همزمان با پرپایی نمایشگاه کتاب‌های ایرانی دست کم 19 کشته و 22 زخمی به جا گذاشت.
وزارت بهداشت ایران از مرگ 440 نفر دیگر بر اثر کرونا خبر داده. از امروز تا جمعه ورود و خروج با خودرو شخصی از 25 مرکز استان ممنوع است. در ادامه برنامه ترانه هایی که در صومعه سروده شد صدرنشین پرفروش ترین های موسیقی کلاسیک. پس از حدود یک سال و نیم مبارزات انتخاباتی، میلیون ها آمریکایی فردا در آخرین روز رای گیری شرکت می کنند. شمارش آرا از سه‌شنبه شب آغاز می شود. تا اینجا بیش از 95 میلیون آمریکایی به صورت زود هنگام رای دادند. بهمن کربوسی گزارش می دهد. 24 ساعت پایانی تبلیغات و رئیس جمهوری آمریکا آنچه مقدماتش را ماها فراهم کرده بود به صراحت در جمع حامیانش در ایالت آیووا گفت. فقط نتایج آرایی را میپذیرد که همان شب انتخابات شمرده شوند. دونالد ترامپ بارها رأی‌های پستی که بعضی ممکن است چند روزی پس از روز انتخابات برسند را زیر سوال برده و متحدانش هم برای جلوگیری از شمارش این آرا در ایالت‌های حساس به دادگاه شکایت کردند. ما باید نتیجه انتخابات را همون شب سوم نوامبر بدونیم. همیشه اینطوری بود و این دفعه هم باید باشه. تو این مملکت چه خبره؟ رسانه آمریکایی اکسیوس هم همزمان با این صحبت‌ها گزارش داد که آقای ترامپ قصد دارد اگر در شمارش آرای ایالت‌های مهم جلو یا با فاصله نزدیک باشد، در پایان روز سه‌شنبه در برابر دوربین‌ها اعلام پیروزی کند. آقای ترامپ این گزارش را تکذیب کرد ولی گفت از همان شب اول حتما شکایت خواهد کرد. وزیر مسئول برگزاری انتخابات در ایالت بسیار مهم پنسیلوانیا اما گفت نتیجه نهایی انتخابات هیچ وقت همان شب معلوم نمی شود و همه رأی ها شمارش خواهند شد. همه فرمانداری های ما تیم هاشون را آماده کردند تا شبانه روز رای ها را بشمارن و کار شمارش تک تک آرا را به سرعت تمام کنند. رویارویی که به سرعت از جلب آرا فراتر رفته و به دعوا بر سر شمارش و ابطال آرا رسیده. دیروز دادگاه عالی ایالت تگزاس شکایت حامیان آقای ترامپ برای ابطال بیش از 120 هزار رای که اینجا در صندوق‌هایی در فضای باز جمع‌آوری شده بود را رد کرد. جو بایدن در مقابل از این گام‌های رقیب با هدف ابطال آرا و محدود کردن دسترسی به حوزه‌های اخذ رأی برای هشدار به حامیانش و تأکید بر رأی دادن بیشتر و خونسا کردن این روش‌ها استفاده کرد. So please vote. Get everyone you know to vote. پس خواهش می‌کنم رأی بدید. همه اطرافیانتون رو ببرید رأی بدن. همه در شهر فیلادلفیا باید رأی بدن. صدای شما باید شنیده بشه. اگر رأی پستی هنوز پیشتون هست، دستی ببرید تحویل حوزه اخذ رأی بدید. پیروزی و شکستی که حالا به میزان مشارکت حامیان هر دو کاندیدا و البته دعواهای حقوقی بر سر آرا بستگی دارد. دوستداران آقای ترامپ به ویژه در این ساعات آخر حضورشان را به رخ می کشند و کارزار آقای بایدن امیدوار است طرفدارانشان اگرچه کم سر و صدا تر اما مثل هفته های گذشته فردا روز انتخابات یا آخرین روز رای گیری پرتعداد پای صندوق های رای حاضر شوند. بهمن کلبوسی، بی بی سی نیویورک. از هادی نیلی خبرنگارمان در واشنگتن پرسیدم با توجه به زمان لازم برای رسیدن و شمرده شدن آرای پستی چقدر احتمال دارد که برنده فردای روز انتخابات اعلام شود؟ مثلا در مورد ایالت فلوریدا و کارولینای شمالی این رو میگن که ایالت هایی هستن که پردازش آرای زود هنگام رو شروع کردن، یعنی الان مثلا در فلوریدا آرایی که تا الان رسیده پردازش شده باشه آماده هست، فقط که دکمه رو بزنن و شمارش بکنه مثلا میشه گفت دستگاه اسکناس شمار. به این ترتیب خیلی زود شاید نتایج در فلوریدا نتایج رأی ها معلوم بشه، ولی اینکه آیا نتایج کلی ایالت هست یا نه این مهمه. خیلی از ناظران میگن اگر در فلوریدا و کارولینای شمالی جو بایدن نامزد دموکرات ها بتونه با فاصله زیادی جلو بیفته از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان، اون وقت مسیر پیش روی
آقای ترامپ برای موندن در کاخ سفید خیلی دشوار و ناهموار میشه. البته احتمال زیادی نداره این با توجه به نظرسنجی ها، چون اگر هم به نظرسنجی ها نگاه بکنیم، اگر هم آقای بایدن جلو بیفته، این فاصله طبق نظرسنجی ها اونقدر نیست. ولی اگر این طور بشه، نتیجه شاید تا ساعتی بعد از پایان رای گیری ها هم تصویری ازش داشته باشیم. ولی میشه روی این حساب کرد و میشه از تکاپوی ستادهای انتخاباتی این رو دید که هر دو آماده یک نبرد چند هفته‌ای هستن، یک نبرد دادگاهی میشه گفت، و خیلی از متحدان آقای ترامپ از همین الان هم شروع کردن نبردهای دادگاهی رو، دعواهای دادگاهی رو شروع کردن. در بعضی ایالت‌ها دنبال این هستن، مثلا در تگزاس دنبال این هستن که 120 هزار رای در یک منطقه‌ای که از قضا به نظر میرسه بیشتر دموکرات‌ها رای دادند باطل بشه. این موضوعی هست که همچنان در ساعات آینده و روزهای آینده پیش میره. هادی نیلی توضیح میداد. چند خبر کوتاه. جلسه رسیدگی به اتهام جدید نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دامینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، رفتار حکومت ایران با خانم زاغری را وحشتناک خوانده، اما گفته از اینکه او فعلا به زندان برنمیگردد خوشحال است. ریچارد رادکلیف، همسر خانم زاغری، میگوید او به تبلیغ علیه نظام متهم شده، اما شواهدی که در دادگاه مطرح شده همان شواهدی است که او 4 سال پیش بر اساس آن محکوم شده بود. ادوارد اسنودن، افشاگر آمریکایی، و همسرش میگویند که برای دریافت تابعیت روسیه اقدام کردند. آنها اخیراً اقامت دائم روسیه را گرفته بودند. آقای اسنودن 7 سال است که در روسیه زندگی میکند. او در سال 2013 افشاگر که سازمان امنیت ملی آمریکا از میلیون‌ها شهروند آمریکایی جاسوسی میکند. او و همسرش گفتند که تابعیت آمریکایی خود را همچنان نگه می‌دارند و در انتظار روزی هستند که بتوانند به خانه برگردند. روسیه به تازگی تابعیت دوگانه را به رسمیت شناخته. روسیه در تلاش است محرومیت 4 ساله ورزشکارانش از مسابقه های ورزشی بین المللی را لغو کند. از امروز تا جمعه مقام های ورزشی روسیه مدارک و استدلال های خود را به دادگاه عالی ورزش ارائه خواهند کرد. سال پیش سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ روسیه را به خاطر شکستن قوانین آزمایش دوپینگ و دستکاری در نتایج آزمایش ها محروم کرد. اگر محرومیت باقی بماند، ورزشکاران روسیه اجازه شرکت در المپیک 2020 توکیو و المپیک زمستانی 2022 پکن را زیر پرچم روسیه نخواهند داشت. همه پرسی اصلاح قانون اساسی در الجزایر با استقبال سرد مردم روبرو شده و کمتر از 24% واجدان شرایط رأی دادن در آن شرکت کردند. این همه پرسی در پی استعفای پارسال عبدالعزیز بوتفلیقه برگزار شد. او بعد از 2 دهه ریاست جمهوری، 1.5 سال پیش به دنبال اعتراضات گسترده از قدرت کنار رفت. دولت جدید از مردم خواسته بود به اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی که ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را به 2 دوره محدود می‌کند حمایت کنند. محمد امینی گزارش می‌دهد. رئیس کمیسیون انتخابات الجزایر خبر داد که میزان مشارکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی این کشور 23.7% بوده و تقریبا 2/3 رای دهندگان به اصلاحات پیشنهادی رای دادند. بنابراین این تغییرات اعمال می شود. دولت برای تشویق به مشارکت مردم در انتخابات خیلی تلاش کرد، ولی حالا به طور رسمی مشخص شده که دولت تحت نظر عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزایر، در پای صندوق‌ها شکست سنگینی را تحمل کرده. الجزایر حدود 2 سال است که با تنش و اعتراضات گسترده ای روبروست. این اعتراضات به سرعت به کنارگیری عبدالعزیز بوتفلیقه منجر شد که پس از 20 سال بالاخره زمام قدرت آن کشور را رها کرد. رئیس جمهوری بعدی که روی کار آمد، یکی از شعارهایش این بود که زمینه ایجاد الجزایری جدید را هموار می کند و قرار بود همه پرسی دیروز یک گام بزرگ برای عملی کردن این شعار باشد. روز رنگیری هم در تقویم کشور الجزایر روز خاصی انتخاب شده بود. 1 نوامبر، یعنی روز آغاز جنگ استقلال الجزایر از زیر استعمار فرانسه. ولی انتخاب چنین روز پر از غرور و احساس در میان الجزایری ها هم نتوانست فضای پشت کردن به اصلاحات قانون اساسی را تغییر دهد. طبق قانون اساسی پیشنهادی جدید، دوره ریاست جمهوری به 2 دوره محدود می شود و قوای مقننه و قضاییه قدرت بیشتری می گیرند. همچنین نهادی برای مبارزه با فساد تأسیس می شود.
مخالفان و به ویژه جنبش موسوم به هراک که موتور اصلی اعتراضات محسوب می شود این اصلاحات را ناکافی دانستند. الجزائری ها در طول اعتراضات پارسال و امسال خواهان کاهش قدرت ارتش در سیاست، برخورد با فساد گسترده در میان سیاست مداران و کنار رفتن کامل چهره هایی شده اند که به صندلی قدرت چسبیدند. مسئله الجزایر از نظر معترضان آن کشور فساد مقامات و اطرافیان آنهاست. عدم دعوت از عناصر اصلی جنبش اعتراضی هراک در تدوین اصلاحیه قانون اساسی هم دلیل بیشتری برای برخورد سرد مردم با آن عنوان شده. رئیس جمهوری الجزایر که به خاطر بیماری در بیمارستانی در آلمان بستری است، روز رأی‌گیری در کشور نبود. علت بیماری رئیس جمهوری الجزایر عنوان نشده، ولی اطرافیانش به ویروس کرونا مبتلا شدند. محمد امینی، بی بی سی. ترانه هایی که عده‌ای راهبه در جنوب انگلستان سرودند به یکی از پرفروش‌ترین آلبوم های موسیقی بدل شده. این سروده ها در صدر آلبوم های پرفروش موسیقی کلاسیک قرار گرفته. برای این زنان که تارک دنیا هستند، چنین موفقیتی آنها را کاملا غافلگیر کرده. گزارشی ببینیم از کلارا کیسی. موسیقی در دوران سختی گویاتر از همیشه است و این صدای جمعی این گروه کور است که به نیاز مردم برای التیام روحی پاسخ می دهد. در روزگار پیش از کرونا، مدیران یک شرکت موزیکال به راهبه‌های این دیر یک پیشنهاد دادند. نواهای خود را با یک تم آرامش بخش مدرن ترکیب کنند. آنگونه که مناسب شنونده برخوردار از یک هدفون با کیفیت ولی طالب اندکی آرامش باشد. این راهبه ها از میان خود رای گیری کردند و به این نتیجه رسیدند که فکر جالبی است. وقتی این فکر رو با ما در میون گذاشتن، گفتیم این تجربه خوبی برای همه خواهد بود و تا الان هم کلی به ما انرژی و شادی داده. خوشبختانه بیشتر قطعات آلبوم مورد نظر قبل از شیوع کرونا ضبط و تکمیل شد. ما عاشق خوندن و موسیقی هستیم و وقتی موسیقی خوب باشه تجربه بهتری هم هست. مثل بیشتر راهبه ها اینجا کسی دنبال پول و شهرت نیست، فقط در پی آن هستند که به شنونده خود اندکی آرامش ببخشند. کلر کیسی، بی بی سی نیوز. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.